سلام، به زربنا خوش آمدید. در مورد افزایش بی‌پیشینی بهای مواد خوراکی و سوختی در افغانستان صحبت میکنم با مهمانم عبدالنصیر رشتیا، آگاه اقتصادی که از کابل خط اسکای با ماست. رشتیا صاحب سلام، به بس خوش آمدید. خیلی سپاس، تشکر. سلامت باشید. شهروندان با امید فردای بهتر میخوابن ولی صبح بیدار میشن که قیمت ها افزایش پیدا کرده. فکر میکنید چرا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و تمام هموطنان نهایت معزز و گرامی. بدون شک چیزی که شما فرمودید دقیقا با گذشته هر روز ما شاهد افزایش بهای مواد اولیه یا استراتژیک در مارکت های افغانستان هستیم و دلیلش هم واضح هست که متاسفانه افغانستان کشور وارداتی، همچنان یک کشوری که اقتصادش متکی به کمک های جامعه جهانی است، وضعی بیشتر نمیشه که توقع کرد، چون متاسفانه که با وجود کمک های خیلی وسیعی که در حدود بیشتر از $2 تریلیون در یک کشور بعد از مرحله بازسازی به مصرف رسید، اما هیچگاه در افغانستان بالای زیربناها و از ساختهای اقتصادی این پولها به مصرف نرسید و بیشتر از 70% پولهای کمک شده از طرف سازمانهای بین المللی بیشتر مصرف او بودجه هایی شد که امروز متاسفانه به درد ما نمی خورد و بیشتر از این به خاطر تامین امنیت و در سکتور امنیتی سرمایه گذاری شد و هیچگاهی که توجه به این صورت نگرفت که اگر روز این کمک ها کاهش پیدا بکنه و اگر روز دیگر کمک های جامعه جهانی مشروط شود و ما باید چیکار بکنیم تا بتونیم کشور از یک حالت بحرانی نجات بدهیم و نگذاریم که افغانستان اقتصادش از هم بپاشه و حداقل بتونه اون کالای استراتژیکی که عبارت از آرد و روغن و شکر و مواد نفتی نگهپاس حداقل اینا بتونن که این از منابع داخلی خودشان تامین بکنن و نگذارن که پولشان در مقابل ارز خارجی به شدت کاهش پیدا بکنن. اما بعد از تحول بزرگی که در افغانستان صورت گرفت، اولی که کاهش پول افغانی، قیمت پول افغانی در مقابل ارز خصوصاً دلار بود که یکی از عوامل جدی و اساسی افزایش قیمت ها در مارکت، همین کاهش پول افغانی در مقابل دلار است و دلیل دومش کاهش واردات و افزایش تقاضا بر کالاهای استراتژیک در مارکت است و سومش هم محدودیت های بانکی و کمبود نقدینگی در مارکت و همچنان محدودیت ها در مرزها. این عوامل باعث ازی شد که با گذشت هر روز ما شاهد افزایش مواد نفتی و مواد غذایی در بازارهای افغانستان هستیم، اما این میشد که یک مقدار زیاد جلوگیری میشد و حداقل میتونید در همچو وضعیت حکومت هم مداخلات خود می داشت و مداشتن از ذخایر استراتژیک بود که در همچو شرایط میشد که اینا در مارکت مداخله میکرد و میتونستن قیمت ها را تا یک مقدار زیاد کاهش بدن. درست، ولی مقام های امارات اسلامی گفتن که بحث واردات اینا زیر ذره‌بین دارن این موضوع را حل می‌سازن. هرچند تاجران در ننگرهار اونا اعتراضات داشتن، اونا گفتن که نمیتونن پول بیشتری را از بانک دریافت بکنن تا بحث تجارت خود را پیش ببرن، ولی طالبان گفتن که این مشکل را حل میکنن. چرا تا هنوز به این مشکلات نقطه پایان گذاشته نشده؟ رشتیا صاحب، با گذشت هر روز ما وعده و نویدهای بیشتری میشنویم از سوی مقام ها، چرا تا هنوز این مشکلات حل نمیشن؟ خب ببینین، تقریبا دو ماه از تغییر نظام در افغانستان میگذره و تا هنوز هم ما در بود سیاسی نتونستیم که ما مشروعیت منطقه‌ای و جهانی خود کسب بکنیم. به اول لحاظ کشورهایی که از لحاظ سیاسی تا هنوز نتونستن با برای جهان و منطقه تعامل داشته باشن، پس صدای اونا درست شنیده نمیشه. دلیل عمده و اساسی است که افزایش قیمت ها در این روزها، یکی هم از مو جنجال است که ما به حساب مشکلات سیاسی داریم.
ببینید قبلا مواد نفتی ما از ایران وارد میشد و تجار شما قرارداد خیلی کلان را با طرف ایرانی ها داشتن که زیر نرخ قیمت های جهانی ما قبلا از ایران مواد نفتی وارد میکردیم. اما متاسفانه که امروز ایرانی ها بر علاوه از اینکه با تعهدات و قراردادهایی که کرده بودن دیگر باقی نماندن و از طرف پولی که به بابت به طرف ایرانی ها پرداخته شده بود هنوز اونا حاضر نیستن که یا پول بدن به تجار شما و یا ابو مواد نفتی را دوباره از سرگیریش آغاز بکنن. یک بسی بود یک طرف. طرف دیگه ما مشکل مرزی با پاکستان تصفانه که نطرف هایی که از امروز است بلکه یکی سال پتواتر ما در این قسمت مشکلات داره با پاکستانی ها که از گاهی که ما روابط سیاسی با پاکستان تیره می شد و یا بعد نوی دیگه که اونا خودشان فکر می کردن مشکلات مرزی را اونا می ساختن و متاسفانه که در این اواخر سیاست های تاراج کشورهای همسایه دارا ایسای ساعت در افغانستان اعمال می شه و اون چیزی که ما داریم او را می خواهیم از ما بگیرن و نمی گذارن که افغانستان حداقل روی پای خودش ساعت چرا. تا جایی که من خبر دارم در این مدت چند روز بیشتر از 2000 کانتینر خالی شما در مرز پاکستان سپین بولدک و انگور عده و ترخم متوقف است. شما در رسانه هم دیدید که حتی محصولات زراعتی شما داره فاسد میشن و از بین میرن و این میتونه یک ضرر خیلی انگفته به باغدار و سیاحین شما باشه. و از طرف هم قیمت شدن ترانسپورتیشن است که قبلا اگر 1,50,000 افغانی بود حالی در 250,000 رسیده، یعنی ترانسپورت هم قیمت رفته، مشکلات مرزی هم قیمت رفته. این مشکلات صادرات ماست رشیا صاحب. اگر شما نبونم مشکلات واردات است. ببینین اگر شما کالایی را که از بیرون به داخل افغانستان وارد میکنین و اگر در زمان شما کانتینرهای خالی را دوباره به وقت معینش نرسانید، هر روز بالای شما تا 180 دلار دبرج و دتنشن می و تجار مجبور است که بالای مواد که داخل افغانستان یا کالایی که داخل افغانستان وارد کردن بالای زنا پرتن. و از طرف دیگه می خود قیمت شدن ترانسپورت، ای شما هر کالایی را که از بیرون از کشور وارد میکنید اگه این قیمت ها دوچند میشه قیمت ترانسپورت، تجار مجبور است که بالای هم کالا افزود بکنه و متضرر رسلی مستهلک شما میشه. و از طرف دیگه بلند رفتن طرف های مواد نفتی است که از طرف حکومت طرف ها بلند رفته، این خود هم میتونه نقش اساسی در قسمت افزایش قیمت ها داشته باشه. و همچنان مشکلات بانکی یا بحران بانکی شما در افغانستان شاید هستیم که متاسفانه که در قسمت انتقالات پول یا تیتی هنوز هم مشکلات پابرجاست و محدودیت ها هنوز هم پابرجاست، هنوز حل نشده. اگرچه که مسئولین امارات اسلامی افغانستان بارها تاکید کرده که ما در این قسمت کارهای خیلی خوب را انجام دادیم و مشکلات تجار شما حل شده، در حالی که تا جایی که من اطلاع دارم تا چند روز پیش هم، یعنی مدت 8 روز میشه که اینا به خاطر انتقال پول به بانک مرکزی و نمون پروسس خود پیش بردن، اما تا هنوز پول انتقال نشده. یعنی به این معنا که مشکل هنوز هم وجود داره. وقتی که ما میگیم که قیمت ها افزایش پیدا کرده، یک دلیلش هم ایست که واردات کاهش پیدا میکنه و تقاضا بیشتر میشه، افزایش پیدا میکنه. زمانی که در مارکت چیز نباشه، با تقاضای بیشتر به شکل اتوماتیک قیمت ها بلند میره. اگر ما بتونیم مشکلات و چالش های تجار و سرمایه گذار به سری وقت حل بکنیم، بدون شک ما به مشکل نقطه پایان میتیم. و از طرف دیگه ولی با توجه به حرفایی که شما داشتین رشیا صاحب، نه تاجر ضرر میکنه، فقط ضرر که متوجه بیشتر مردم متوجهش است که حالا مجبور است بخره و هر چقدر قیمت ها افزایش پیدا بکنه مجبور است و قیمت را بپردازه برای که مواد خریداری بکنن و او را استفاده بکنن، حداقل از گرسنگی هلاک نشن. بدون شک من بیشتر همین موضوع را اشاره کردم که هر قدر که مصارف جانبی بالای کالاهای وارداتی میه، تجار مجبور است که او را بالای کالاها افزود بکنه و متضرر رسلی هم مستهلک و یا خریدار نهایی هم مشتری در مارکت است. بدون شک من به می خاطر به این موضوع را یادآوری کردم که اگر ما بتانیم
امی مشکلات و چالش‌هایی که فعلا برای سرمایه‌گذاری یا تجارت در افغانستان وجود داره اینا را برطرف بکنیم ما امیدوار هستم که این بحران کوتاه‌مدت است و معمولا برطرف بکنیم امی مشکلات را رشته صاحب مردم با گذشت هر روز فقیرتر میشن موادی که حداقل ذخیره کرده بودن اونا تمام میشه داره حالا مردم با گذشت هر روز نگرانی گرسنگی و فقر را متوجه خودشان میشن همین موضوع را چگونه حل بکنیم؟ خب ببینین یک موضوعی است که آنچه داره که ما در رسانه‌های ملی و بین المللی بیشتر بالاش تاکید میکنن به اون هم وضعیت نگران کننده نیست مواد کافی در مارکت وجود دارد ما مشکلات اکثر بنادر حل است یعنی بس واردات و صادرات به شکل نرمالش پیش میره اما یک سر مشکلاتی که بیشتر هم یادآوری کردم مثلا میشه که از مجرای دیپلماتیک این مشکل مرزی که ما با پاکستان داریم ایره حل بکنه چون نزدیکترین و آسانترین مارکت به ما پاکستان است و کالا هم به شکل ارزانش وارد افغانستان میشه صرف مشکل در قسمت اعتماد و باور است ببینید زمانی که ما اعتماد و باور را بین هم ایجاد بکنیم مشکل حل میشه ببینید همین محدودیت های بانکی حالا شما در یک ما بیشتر از $100 نمیتونین شما برداشت بکنید در حالی که یک قلم جد سره که شما میتونید از بیرون وارد بکنید بس $1,100,000 است و در حالی که تمام تعاملات تجارتی از طریق بانک ها صورت میگیره و تیتی و یا انتقالات پول از طریق بانک ها صورت میگیره نه از طریق اولاجات بنابراین اگر ارتباط بانک های افغانستان تامین شود و برداشت در قسمت پول ها برطرف شود و انتقالات به شکل درست صورت بگیره اینجا اعتماد و باور میان تجار و حکومت ایجاد میشه وقتی که حکومت ایجاد شد بیشتر واردات صورت میگیره من در ابتدای اشاره کردم که ما یک کشور متأسفانه وارداتی و یک کشور اقتصاد ما بر واردات استوار هست به اون خاطر ما مجبور هستیم تمام اصولت ها را برای فعلا انجام بدیم تا باشه روند واردات دوباره به شکل نرمالش اثر گرفته شد ببینید امروز قبلا اگر 100 تجار در مارکت داشت رقابت میکرد امروز متاسفانه به 50 یا ممکن کمتر از او رسیده باشه به دلیل از اینکه یکی از دلایلش ایست که تا زمان که مسئولیت ایجاد نشه ببینید ما امنیت داره بدون شک یکی از رکن اساسی به خاطر فعالیت اقتصادی بودن امنیت است و از طرف دیگه ما نیاز به مسئولیت داریم مسئولیت مالی و جانی برای فعلا فکر نمی کنیم که مسئولیت مالی و جانی تاجر تامین شده ارش جاسه؟ خب ببینید ما همین موضوع را میگم امنیت داریم بدون شک در سراسر افغانستان امنیت ایجاد شد اما یک چیز دیگه به نام مسئولیت مالی و جانی دارید که آیا وقتی که یک تاجر میاد در کشور فعالیت اقتصادی خود را شروع میکنه چقدر اینا مسئولیت جانی داره آیا اینا را کس آزار اذیت نمیکنه آیا اینا را کس به بهانه مختلف با یا به اثر خصومت های شخصی اینا را آزار اذیت نمیکنن با پس قرار نمیگیرن و آیا مسئولیت مالی دارن پول از اینا باز دوباره منجمد نمیشه اکانت ها منجمد نمیشه و آیا پولشان تاراج و ای گپا نمیشه این مسئله خیلی جدی است من میگم که امنیت برقرار شده آل زمان است که ما اینمی باور ایجاد بکنیم ما اینمی اعتماد بین هم ایجاد بکنیم و این وظیفه امارات اسلامی است رشته صاحب ببخشید نفهمیدم این وظیفه امارات اسلامی است بدون شک دولت ممثل تامین امنیت جانی و مانی بر تمام اتباع کشورش است از جمله تجار و سرمایه گذار و یکی از علتهای افزایش قیمت ها در پلیزو که معاملش قبلا به شما اشاره کردم انحصارگری در مارکت است ببینید زمانی که ما حد قدر به طرف انحصار در مارکت میریم قیمت ها به دلخواه خودشان تعیین میشه مثلا اگر امروز شما در مارکت 10 تجار داریم که مواد نفتی و مواد اضافی یا مواد اولیه را وارد میکنند اینا در تبانی با هم میتونن که نرخ های دلخواه خود را تعیین بکنن اما زمانی که حکومت بتونه یک بستر مناسب و یک فضا و سهولت بیشتر ایجاد بکنه به عوض 10 شرکت 20 شرکت 100 شرکت داخل مارکت شود اینجا بازار میره به طرف رقابتی شدن و خود رقابت باعث میشه که قیمت کالاها با گذشت هر روز کاهش پیدا بکنه و از طرف دیگه یک مقدار حکومت هم مسئولیت دارد تا از نرخ قیم در مارکت نظارت خود داشته باشه و امروز سیاست های حمایوی خود در قبال مستهلکین هم
اعمال بکنند. امروز متاسفانه که هم در افغانستان و ممکن در جای دیگه هم بحث احتکار خیلی جدی است. بعضی یا برخی از ابو پرچون فروشا و یا بعضی از کسایی که دست به احتکار میزنند و منتظر مفاد بیشتر هستند، چون هم از نگاه اسلام و هم از نگاه قانون بازار اینا مطلقا جرم شمرده میشه و مجرم هستند. حکومت در این قسمت توجه بکنه، کسایی که دست به احتکار و گران فروشی میزنند اینا باید از شناسایی و مجازات شوند. در این صورت از یک طرف ما بازار رقابتی را ایجاد کردیم، سهولت ها و تسهیلات برای دیگر شرکت ها مهیا ساختیم و از طرف دیگه حکومت با نظارت و کنترل در بازار در قسمت احتکار و جلوگیری از احتکار اگر اقدام بکنن بدون شک این قیمت ها داره آیستا افزایش و کاهش پیدا میکنه. و چیز بسیار مهم و جدی ای است که ما بارها همین موضوع را بحث کردیم و بحث داشتیم که ما در افغانستان هیچ گاهی تولید جدی نمیگیریم، ما هیچ گاهی سرمایه گذاری را در افغانستان جدی نمیگیریم و هیچ گاهی بین تجار و سرمایه گذار در افغانستان تحقیق نشده که سرمایه گذار کی است و تجار کی است. تجار و سرمایه گذار از هم فرق دارد. ما باید بیشتر تلاش بکنیم که جلب سرمایه گذاری ها را در افغانستان بکنیم. ببینید شما امروز ما یک بوری آرد تا 2300 افغانی ما میخریم. چرا ما باید سیره بخریم؟ به خاطر که یک کشور زراعتی نیستیم بلکه هستیم. افغانستان در تمام دنیا به عنوان یک کشور زراعتی شناخته میشه و تقریبا 80% ادبای از یک کشور مصروف زراعت هستند و 80% اشتغال زایی هم در این سکتور زراعت داره و 60% مردم مطلقا زراعت پیش هستند و شما بیشتر از 200 و چند سیلو در داخل افغانستان داریم که بهترین آرد بر شما تولید میکنند. چرا ما تا هنوز نتونستیم این 250 یا 220 سیلوی ما اینا رو حفظ بکنیم و متاسفانه که بر سر موز که خطای غلط وارداتی ما نتونستیم که فابریکات خود حفظ بکنیم و امروز اکثر فابریکات یا سیلوی ما بجز یک چند تای محدودش همش ورشکست شدن. دلیلش این بوده که ما نتونستیم اون سیاست مایوی خود در قبال سرمایه گذاری و تولید در افغانستان اعمال بکنیم و از اینا حمایت بکنیم، در حالی که خوب میدانیم که سیاست های کشورهای همسایه خیلی وحشتناک است. اونا دست به سیاست های تاراج در افغانستان دادن. آن چیزی که منابعی که شما دارین به یک نوع میخواین اونا را سپه شما ببره. ببینین امروز بحث مواد خام است، به چی نوع میخواین که اونا مواد خام شما را از کشور ببرن تا شما یک کشور همیشه مصرف کننده باشین و یک کشور مصرفی باشین. شما بیشتر از 40 فابریکه ذوب با هند دارین در افغانستان، بیشتر از 10 فابریکه مس و سرب و آلومینیوم و سلور در افغانستان دارین که حتی شما شاید هستین که دیگه بخار شما با کشورهای اروپایی و کشورهای آسیای میانه بهترین یا مشتری بالقوه خود داره و این مواد خام در خدمت در داخل افغانستان وجود داره که اینا از او استفاده کنن. اما تعداد از قاچاقبرا و تعداد از کسایی که اصلا متعهد به کشور ندارن باز هم اینا به نوع تلاش دارن که این مواد خام شما را از افغانستان به کشورهای دیگه همسایتان قاچاق بکنن و صنایع کودک یا صنایع نوپای شما را یک بار دیگر اینا از اونو بچانند و باز هم شما مو یک کشور مصرفی باشین، در حالی که ما در تولید بحث آهن ما به خودکفایی رسیدیم. ما نیاز نداریم از کشورهای بیرون آهنالات وارد بکنیم. خوب است که هموطنان ما بفهمند که ما بیشتر از 40 فابریکه تنها در سکتور ذوب داریم که بزرگترین سکتور در افغانستان است و 500 میلیون دلار در این سرمایه گذاری شده در این سکتور و 5000 جوان از این کشور در این فابریکات ما مصروف کار هستند. اگر مواد خام شما قاچاق شد و اگر مواد خام شما به هر نوعی ممکن از این کشور بره، خب شما هنوز تا 4-5 سال دیگه فاصله دارین که بریم به طرف استخراج معدن. من میخوام تشکری بکنم از مسئولین امارات اسلامی که اولین اقدامی که کردن من و صادرات قاچاق یا آهنالات داغمه را به بیرون از کشور دادن که این واقعا باعث تشویق صنعتکار و سرمایه‌گذار در افغانستان میشه. حال بیم اگر در بخش‌های دیگه، اگر در سکتورهای دیگه مثلا سکتور بریم به شکل حمایت های حکومت داشته باشیم، ما باز در این فرصت میدونیم این مشکلات حل بکنیم. نه امروش میان بحث میکنیم، ولی که در 20 سال گذشته بحث بری بوده که ما در روی گنج خواب هستیم ولی فقیر هستیم، چیزی برای خوردن نداریم. مردم افغانستان با گذشت هر روز فقیرتر میشن. تلاش های مردمی است که حداقل شب
چیزی برای دسترخوانشان داشته باشند که تا شکم فرزندان خود را سیر بکنند. ولی آنچه که به عنوان یک پرسش مطرحی است که چرا تا هنوز این نقشه گنج پیدا نشده رشیه صاحب، اگر پیدا میشده تا هنوز استفاده نشده؟ یک بس دیگه که در چونین یک شرایط کالا با گذشت هر روز بحث گسترش فقر عمیق‌تر شده میره، نگرانیش مسئولیت کلان امارات اسلامی چی است؟ چی باید بکنه؟ سه کار مهمه که باید امارات اسلامی بکنه چی است؟ در چنین یک شرایطی که الان مردم با اندکترین فاصله روز و شب شاهد یک تغییر بسیار کلان در قیمت ها است. خب در قدم اول بسیست که ما چطور بتونیم امارات اسلامی افغانستان و یا مردم افغانستان بتونن با جهان تعامل بکنن و ای خوب خواهد باشه که حکومت جدید افغانستان هرچی زودتر اقدامات جدی را به خاطر به رسمیت شناختنشان با جهان کار بکنند. این بسیار جدی است و با رسمیت شناختن نظام سیاسی در افغانستان میشه یک باردگی مکفای جامعه جهانی به مردم افغانستان اثر گرفته شود و پولهایی که منجمد شده این دوباره آزاد شود، تأثیرات اقتصادی به مردم افغانستان پس شکن. کارهایی هستند که مربوط میشه به حکومت و ای که چطور در کدام مدت ما بتانیم مشکلات یا همی بس فقر و بیکاری را در کشور حل بکنیم، باز هم اینجا مسئولیت به حکومت است که اینا سکتور خصوصی را حمایت بکنن، اونم بستر مناسب ایجاد بکنن تا سکتور خصوصی بیشتر در مارکت مداخله بکنه. ولی رشته صاحب، چون ما در شرایط بسیار حساس قرار داریم، ما هدف می بود که مسیر کوتاهی که بر فعلا بتانم جلو افزایش قیمت ها را بگیره چی است؟ اگر ما بحث منجمد شدن پول ها را مطرح بکنیم یا که حکومت به رسمیت شناخته شده، بحثش بسیار طولانی است و شاید زمان برم باشه. مسیر کوتاهی که حداقل بتونه جلو افزایش قیمت ها را بگیره. خب در کدام مدت نمیشه کدام کار جدی صورت بگیره به دلیل از اینکه یک بحث خیلی طولانی است. اما در اینکه چطور وضعیت تحت مدیریت بیه، بهتر شمی خواد باشه که مسئولین امارات اسلامی افغانستان جدی لابیگری را با کشورهای منطقه و جهان شروع بکنن و اونا را متقاعد بسازن که بیشتر از 20 میلیون انسان در افغانستان گرسنه هستن و نیازمند کمک های جهانی هستن و قسمی که شما در نشست دروزه گروه بزرگترین کشور صنعتی جهان یا جی 20 شما دیدین که بیشتر از 1 میلیارد یورو اونا به افغانستان کمک کردن و کمک های بشر دوستانه هم از طرف سازمان ها و نهادهای بین المللی داره به مردم افغانستان میرسه که خود میتونه کمک بکنه و از طرف دیگه حکومت که من حیث مسئول درجه یک تامین نیازمندی های مردم هست، اونا هم تلاش های جدی خود بکنه، چون به دلیل ازی که توان خرید قدرت پایین آمدن قدرت خرید مردم با گذشت هر روز قسمی که شما گفتین پایین آمده میره و مردم بیشتر فقیر و فقیرتر میشه. بنابراین نیاز است که در قدم اول اونمو تعدی معاشات کارمندای اقتصاد حکومتی است که چون تعدادشان به بیشتر از 750 هزار نفر میرسه و از زمان که اینا امو تامین معاشاتشان صرف از مجرای معاشات و یا گرفتن حقوق از دولت باشه، اینا از زمان که پولای خود دریافت میکنن یا معاشاتشان میگیرن تحرک در مارکت ایجاد میشه و بیشتر تقاضا را ایجاد میکنه. زمانی که تقاضا و کالا بیشتر شود بدون شک تجار هم فعالیت های خود سر میگیره، تجارای دیگه هم میان در مارکت مداخله میکنن و تا یک مدت میتونه که امی پول قیمت ها کاهش پیدا بکنه. اما در کل این یک پلان دراز مدت است که به خاطر دیگه چطور ما بتانیم ثبات پول خود را نگاه بکنیم. این بازم برمیگرده بود که دولت چه سیاست های اقتصادی را میتونه در قسمت تولید در کشور بازی بکنه. قسمت که پیشتر هم اشاره شد به اینکه اقتصاد افغانستان وابسته به کمک های خارجی بود و پشتوانه پول شما هم همون کمک های خارجی و دلار بود. زمانی که این کمک ها کاهش پیدا کرد و قطع شد، شما دیدین که یک بارگی این قیمت ها قیمت افغانی در مقابل دلار کاهش پیدا کرد، چون قبل نگه باید داشته باشید در هر هفته الا 30 میلیون دلار در مارکت لیلام میشد به خاطر حفظ و یا ثبات پول افغانی، اما دیگر اون پول ها وجود نداره. فقط حالی که ما میتونیم پول خود با ارزش ساخته بودیم. من یک نکته را میگم که حکومت افغانستان قبلا هم اعلان کردن، یک بار دیگر اعلان بکنن که هیچ
فرد افغان نمیتونه که با اسعار خارجی معادلات اقتصادی و یا دادستاد اقتصادی خود انجام بدن. فقط در تمام افغانستان یک پول رایج داشته باشه که اون هم پول افغانی باشه. اما شما میبینید که توطئه از طرف کشورهای همسایه داره آن اوزم جریان داره. میخواین که پول شما را از این هم بی‌ارزش‌تر بسازن و در برخی ولایات همین لحظه کلدار پاکستانی، تومان ایرانی داره در گردش است. اگر حکومت در قسمت جلوگیری از این اقدام نکنه، متاسفانه که پول افغانی از این بیشتر هم ارزشش پایین آمده میره و ما مجبور هستیم که بریم به طرف تورم و افزایش بیشتر قیمت ها در مارکت. درست. ولی اگر روی پیامات هاش صحبت بکنیم، جلو همین وضعیت اگر گرفته نشه، روال که ما شاهدش هستیم، اگر ادامه پیدا بکنه، گسترش پیدا بکنه، پیامدش چی خواهد بود بر مردم افغانستان؟ خب روالی که فعلا ما داریم به پیش میریم، خوشبختانه که وضعیت داره آهسته به طرف عادی شدن میره. یعنی به این معنا که کمک 1 میلیارد یورویی که به افغانستان صورت میگیره، خود از این روشن شدن چراغ سبز از طرف جامعه جهانی، کشورهای منطقه و همسایه است که داره آهسته با افغانستان دارن تعامل میکنن و این امیدواری را میده که ما روزهای خراب را داریم، آیسای سپشتر میگذرانیم. و گفت بسیارت مهم دیگه ایست که ای بحران گفتم که در کدام مدت است. ما آیسای سپ حرکت میکنیم به طرف ثبات سیاسی و جنگ ها ختم شد. تمام کسایی که از ولایت و ولسوالی ها هجرت کرده بودند، خود اینا در حقیقت تولید کننده هایی بودند که هم با خود تولید میکردن، هم یک مقدار شده با ما میدادن. اینا همشون به اثر جنگ ها، نامی ها، خشکسالی های پی در پی، ویروس کرونا، این مسائل داره آیسایس حل میشه. این مردم دوباره پس خود به یک تولید کننده تبدیل میشن که میتونه بسیار مهمت باشه و میتونه در قسمت بیلانس تجارتی خیلی کمک بکنه. تا زمانی که ما بیلانس تجارتی خود را مساوی نسازیم و یا به حد اقل نرسانیم، خیلی مشکل خواهد باشه که ما بتونیم پول خود را با ثبات داشته باشیم و بتونیم قیمت داره در مارکت کنترل بکنیم و یا افزایش قیمت ها در مارکت جلوگیری بکنیم. زمانی که ما تولید در افغانستان جدی گرفته شود و مارکت در افغانستان به خاطر محصولات داخل ما مهیا شود، بدون شک اینکه ما از یک طرف وابستگی ما به کشورهای جهان آیسایس داره کاهش پیدا میکنه و از طرف دیگه او کالای استراتژیک بیشترین پول ما به خاطر از دو به بیرون مصرف به خاطر واردات شزینه میشه و ما بتونیم در داخل تولید بکنیم و بیلانس تجارتی جور شوه و صادرات ما حداقل بتونیم ما مساوی بتونیم به واردات خود داشته باشیم، مشکلات حل میشه. و طرف دیگه که مشکلات اقتصادی حل میشه، طرف دیگه ما میتونیم که جایگاه کار و زمینه کار بیشتر ما ایجاد بکنیم. و طرف دیگه اگر مسئولین تلاش بکنن و در حالی که اسمت بیشتر اشاره کردم، کشورهای منطقه هم چراغ‌های سبز خود نشان دادن، اگر پروژه بزرگ منطقه‌ای که تاپی و کاسای کزار و بعض پروژه دیگه هست، اینا هم حرکت داده شوه و یا تطبیق شوه، بدون شک اعتبار افغانستان در منطقه بالا میره. بیکاری مشکل اصلی که ما به دست پنجه نرم میکنیم و تار جای زیاد را مشکلش حل میشه و فقط وقتی که بیکاری از بین بره میزان فقر هم خواهد. امیدوار هستیم که حداقل جلو این نگرانی گرفته شود. عبدالنصیر رشتیاب، آگاه اقتصادی. و اکنون هم نرخ طلا. ممنون که بیننده زیربنای امروز بودید. تا برنامه دیگر بدرود.